ببینن ولی گوشی مصرف چهارده چهار ساعت زمان کشتی باقی خدمت علاقمندان و دوستان کشتی بیا سمت میز دعوت قهرمانی جوانان جهان در کشتی فرنگی روز آغاز شد فردا از فردا هم نمایندگان کشور دیدارهای رده بندی فینال صداش کن و زنبار رو برگزار خواهند کرد و پنجمز دوم هم از فردا عملا استارت اونها زده خواهد شد روز چهارشنبه که ما همچنان امیدوارانه به دنبال این هستیم شاگردان آقای حمید با وفات تمرکز به امور قهرمانی کارگوز پایان بده پنجم دو ثانیه از وقت اول باقی است با کار کردن دستها کشتی رو به جلو و عملا به دنبال این است وارد آناتولیان از ارمنستان به هم بده چرا که دیرک بسر تونسته تا اینجا برتری رو از آن خودش وزن 130 کیلوگرم که سال گذشته در این مرز فردین هدایتی کشتیگیر شایسته استان مازندران که انسان هم در نهایت بزرگسالان هم نتایج قابل قبولی به دست آورد موفق شد حریف چینی رو چه دست رو دنبال قهرمانی به دست آورد نمایندگان یونان و مصر هم سال گذشته در اردن عناوین مشترک سوم آقای مهدی علیزاده در ردیف مدال برنز جهان در وزن 98 کیلوگرم قهرمان بازیهای آسیایی که به عنوان یکی از مربیان سنگین بند در این دوره مسابقات حضور دارد به خاطر لازم داره به نماینده کشور تلافت فکری کشتیگیر استان فارس دستبرداری آقای محمد علی چندی یکی از مربیان کشتار که شاخصترین کشتیگیر و دستبرداری امید روزی موفق شد قهرمان جهان و المپیک بشد این کشتیگیر در جام پیروزی ترکیه مدال طلا گرفت در رقابت آسیایی ماه گذشته هم در تایلند همین نماینده کشور با کسب مدال طلا به کار خودش پایان سالی های پایانی وقت اول اما کار با برتری یک بسته خارتونی هست ارمنستان تونست دقیقه اول رو